اگر هر یک از این علائم رو داشتید، بهتره که به یک متخصص و یا روانشناس مراجعه کنید. برای دیدن این ویدیو با من رکسان افشار همراه شوید. شما حال و حوصله کسی رو اصلا نداری. اگر بین دو تا سه هفته و بدون هیچ علت قبلی دچار این حالت شدی که حال و حوصله کسی رو نداری، حتما باید به یک متخصص مراجعه کنی. خیره شدن به یک نقطه مشخص. اگر برای دقایق طولانی به یک نقطه خیره میشید و در افکار و خیالات خودتون غرق میشید، لازمه که سریعا به روانشناس مراجعه کنید. از دست دادن ناگهانی انگیزه و اشتیاق. اگر به طور ناگهانی انگیزتون رو از دست دادید و دیگه چیزهایی که تا دیروز خوشحالتون میکرد امروز اون انرژی و انگیزه رو به شما نمیده، حتما باید به روانشناس مراجعه کنید. شما کم تحمل و پرخاشگر و بی‌اعصاب شدید. اگر مدتی هست که دیگه نمیتونید در مقابل عقیده مخالف خود با صبر و تحمل برخورد کنید و زود از کوره در میرید و زیاد پرخاش میکنید، نیاز به روانشناس دارید. داشتن ترس، هراس و استراب. اگر در طول روز در مواجهه با موارد معمول و معقول بارها دچار ترس، استراب و استرس میشید، شما نیاز به روانشناس و یا حتی روانپزشک دارید. فکرهای منفی و اینکه به خودتون صدمه بزنید. اگر به فکر این هستین که به خودتون صدمه بزنید و در ذهنتون این مورد گاهی مرور میشه، سریعا به روانشناس بهتره که مراجعه کنید. خوابتون دچار مشکل شده و به هم ریخته. اگر شبها به خاطر فکر و خیال، استراب، نشخوارهای ذهنی و عدم تمرکزتون تا صبح بیدار هستین و خواب آرومی ندارید، حتما پیش روانشناس برید. اگر اختلالات وسواسی دارید، وسواس که از رایج‌ترین و در عین حال آزاردهنده‌ترین اختلالات روانی است که بسیاری از افراد به آن دچار هستند. اختلال وسواسی به صورت بالقوه یک بیماری هست که افراد را در چرخه بی‌پایان افکار و رفتارهای تکراری به دام می‌اندازد. افرادی که مبتلا به وسواس هستند دچار افکار و ترس‌های تکراری و ناراحت کننده هستند که نمی‌توانند آنها را کنترل کنند. مشکلات خانوادگی. بسیاری از مشکلات خانوادگی با مسائل بسیار کوچیک آغاز میشن که اگر به موقع به روانشناس مراجعه بشند، میتوان از گسترش آن جلوگیری کرد. مثلا مسائل بین زن و شوهر، مسائل خانواده با فرزندانشون، از جمله زمانی که آنها در سن نوجوانی قرار دارند، به سادگی با مشاوره با یک روانشناس خبره قابل حل هستند. استرس های شدید و آزاردهنده ای دارید. بعضی از افراد استرس را با علامی همچون خستگی، اختلال خواب، دشواری تمرکز و بی‌حسی تجربه می کنند. اما برخی دیگه اون را همچون حملات قلبی احساس می کنند که هر دو حالت برای سلامتی فرد به شدت آسیب زننده هست. افرادی که دچار اختلالات استرس یا اضطراب شدید هستند، حتما باید با روانشناسان در ارتباط و مشاوره باشند تا بتونن زندگی آرام و سالمی رو تجربه کنند.